بس ای بود که اخلاق کوشش میکنم ما رابطه ما با خود ما، با خالق ما، با مردم خوب شوه. هر کسی سه تا رابطه خوب داشته باشه دیگه در زندگیش چه مشکل خواهد بود؟ هیچ مشکلی نخواهد بود، هیچ مشکلی. ما با خود رابطه ما خوب شوه، با خود ضرر نرسانیم. مثلا اگه سیگارت، پان یا هر مواد مخدر دیگه که به ما صدمه میرسن نکنیم، تنبلی ما خراب میسازه نکنیم، کارهای خوب بر خود کنیم، ورزش کنیم، فعال باشیم، عبادت خدا وقت انجام بدیم، علم یاد بگیریم، پیشرفت کنیم. خب شما بینید چقدر نعمت خوب است در زندگی ما. با خداوند ما رابطه ما خوب باشه، راز نیاز عاشقانه داشته باشیم، اوامرش اطاعت کنیم، نواهی که ما رو منع کرده خدا منع کنیم، و با خلق خدا که خلق خداست، خانواده ما شروع تا به بیرون، با پدر مادر رابطه خوب داشته باشیم، احترام پدر مادر رو داشته باشیم، قدر زحماتشان رو بفهمیم، با همسر خود رابطه خوب داشته باشیم. وقتی یک خانم احترام شوهر خود داشته باشه، قدر زحمتایی که میکشه، قدر نان حلالی که در خانه میاره چقدر خوب میشه. شما فکر کنین حالی یک خانم خانه یک دسترخوان خوب افطاری جور کرده باشه. خوبی معنای این نیست نان فراوان باشه، نه، همو یک بولانی با محبت تیار شده باشه، با یک لبخند سر دسترخوان آورده باشه، مشکلات کوچکی که در زندگیش نادیده گرفته باشه، برای شوهر خود نبیاره که چرا دسترخوان ما از دسترخوان همسایه کرد نانش کم است، بجای از این به فکر باشه که شوهرم نان حلال پیدا کرد، هرچند کم. یک تشکری کنه خانه تا با شوهر جان نان حلال پیدا کردی. یک شوهر خانه وقتی بفهمه خانمش زحمت کشیده در خانه، با وجودی که روزه داشته نان فراهم ساخته برای اولادا رسید، او یک تشکری کنه. همیالی سر دسترخوان دپولیزی که با خدا راز نیاز کرده، پیش از افطار از خانم خودم تشکری کنه، خانم از شوهر خود تشکری کنه، پدر مادر از اولادای خود که نماز خود خوانده، روزی خود گرفته، پاک و نظیف سر دسترخوان شیشته، احترام پدر مادر خود کرده، اولاد از پدر مادر هم تشکری کنه. بیرون وقتی میبریم از همسایه، از دفتر کار خود، چقدر زندگی خوب خواهد بود. اما متاسفانه چون کمبود اخلاقی است، اما به جان هم افتیدیم. در خانواده تشنج، در سطح جهانی تشنج. صلاح چرا جور میکنه انسان؟ چون اخلاق نیست. اخلاق میگه دوست باشین، برادر باشین، برابر باشین، یار و همکار باشین. اما ما چی؟ چون از مسیر اخلاقی منحرف هستیم به این بدبختی ها. اما به هر صورت چون وقت کم است، نمیشه به کل موضوعات به تفصیل بپردازیم، من فقط چند تا اصل اخلاقی را خدمت شما اجزا بیان میکنم. اولین اصل اخلاقی و مهمترین اصل اخلاقی عدالت و انصاف است. انسانی که میخواهد با اخلاق باشه باید عادل باشه. شما میفهمین ریشه کل ادیان، پیام کل ادیان یک چیز است، برقراری عدالت، و از دین مبارک ما ممیست. اگه شما بخواین بفهمین دین ما چی میخواهد، دین ما میخواهد عدالت برقرار شه. بنان ما اگر میخواهیم با اخلاق باشیم باید انسان عادل باشیم. عدالت تعریفای مختلف داره. یکی از چیزا میگه حق هر کس برش دادن، حق هر چیز سر جای خودش قرار دادن، این عدالت است. حداقل اگه از ما پرسان کنین چی عدالت، حداقل برخورد مناسب و خوب با موضوعات، نه دوگانه. اگه شما مثلا در یک موقفی هستین، فرض مثال قاضی هستین، و دوست شما با یک کسی اختلاف داره و پیش شما میایه و میبینین که آدم دوست شما ملامت است و جانب مقابل سلامت است، و شما اگر عادل هستین از دوستی میگذرین، ولی حق به حقدار میسپارین. یا شما قاضی هستین، دو نفر می هیچ کدامشون نمیشناسین، ولی یکیش ملامت است ولی برای تو پول پیشنهاد میکنه، ولی تو از او پول میگذری، خدا را شاهد میگیری، حق به حقدارش میرسونی، تو انسان عادل هستی. در امور خانواده، اگه تو به اعضای خانواده خوب میرسی، محبت میکنی، به خانمت قدر کارش را میفهمی، خانم قدر شوهر خود را میفهمن، قدر اولادا را میفهمن، شکر خداونده به جای میکنن، انسان عادل هستن. اولادت در بیرون امرای اولاد همسایه جنگ کده، میری که اولادت ملامت است و تو هنوز از اولادت دفاع میکنی، تو اخلاق عدالت زیر پای کردی. برخورد دوگانه نکنی. مثل که از ملا نصرالدین پرسان کردن که ملا صاحب، خر تو گاو مر کرد لغت زده، گاو مرده، این تاوانش چی میشه؟ چی تاوان میشه؟ دو تا حیوان است، یکی دیگه خود کشته، این تاوان نداره. گفت ملا صاحب غلط شد، خر ما گاو تو رو کشته. هیچ گفتیم بفهم تاوان داره یا نه؟ آه گفت چطور تاوان نداره، باید یک گاو دیگه پس بخرین، یا وضو هم کده خوبتر باشه. خب وقتی شما یک برخورد میکنین دیگه عدالت زیر پای ماندین. بنان اصل اول عدالت، و از امروز مسئولیتانی برین در مورد عدالت تحقیق کنین. عدالت چی است؟ در رفتار خانواده چه وقت عدالت برقرار میشه؟ در اجتماعی، در دفتر، در سازمان، در کار و در زندگی.
بنان اول با ای اخلاق که شما با ای اصل اخلاق یکی از زیورایتان بجای توق طلا توق عدالت در گردنتان باشه که هر جای میری بگی من توق دارم، ما انسان عادل هستم، من انسان عادل هستم. اونجاست که زندگی را بردیم، با توق طلا زندگی را نمیاریم. بد نیست داره کس نوش جانش داشته باشه، ولی از او کده مهم توق عدالت است که باید باشه. موضوع دیگه اصل دوم اخلاقی محبت و صمیمیت و عشق است. انسان با اخلاق کسی است که به مرحله دوستی رسیده. چهار تا دوستی دوستای نازنینم، اگر میخواین با اخلاق باشین چهار تا دوستی داشته باشین. یک، خود دوستی، خود دوست داشته باشین. خود دوستی چی معنا؟ کل کار خوب دنیا را براتون بکنین، هیچ کار بد علیه خود نکنین، هر کاری شما را صدمه میرسونه نکنین. وقتی میبینی سیگرت کشیدن صدمه داره که معلوم داره از داره، هر سیگرت 2500 ماده زهری داره، 70 دقیقه عمر کوتاه میکنه و جسم تو سر تو حق داره و تو باید دوست داشته باشی، خوب باید نگاه کنی، مواظبت کنی، ناز بیتی، حقش از بالات و تو با سیگرت خراب میکنی ششت مغزت جسمت خراب میکنی، خیر تو اخلاق زیر پای کردی. بنان خود دوستی، کارهای خوب بر خود بکو، کار بد نکن. دوم خدا دوستی، خداوند متعال دوست داشته باشی، راضی بر رضایش باشی، بفهمی هر چی از جانبش میاد به خیرت است، توکل کامل داشته باشی، زندگی رو بردی. سوم دیگر دوستی، کل انسان ها رو دوست داشته باشی، بر هر کس خوبیت اگه میرسه بکنی، حداقل بدی نکنی. از امروز یک مکلفیت، بد بر کس نرسان، کسی رو صدمه فیزیکی نرسان، گپ بد نگو، پشت سرش غیبت نکو، دید آزاردهنده طرفش نداشته باش، در دلت کینه و تنفر علیهش نداشته باش. دلی که متاسفانه چون ما از اخلاق دور هستیم که اعضای خانواده خودت تا بعضی وقت کینه و تنفر داریم، دلی که ما با هیچ نوع انسان نباید داشته باشه. چهارم طبیعت دوستی، طبیعت هم دوست داشته باشی، شکر بکشی، هر چی که دور برات است نعمت است از جانب خداوند متعال. گل دوست داشته باش، درخت دوست داشته باش، یک آبی برسان برش، پرنده را دوست داشته باش و به مصداق امو شعر که به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر امالم که امالم از اوست. وقتی ما خدا رو دوست داریم مخلوق شما باید دوست داشته باشه. میتونه نشده شما یک همکارتان دوست دارین اولادش به خاطر از احترام کنین؟ این یه اولاد دوست ماست، مخلوق خداوند متعال است که تو ایدای دوستیش داری، دوست داشته باش. حتی بگی از خانواده شروع کنم سرت دوست داشته باش، به خاطر مخلوق خداست، خاطر رضای خدا حاصل میشه. اولادت دوست داشته باش، بعد از تو اولاد تبرد میکنی که کتسلی میزنی، بعضی گزارش میتم عصبانی میشم اولاد خود کتسلی میزنم، دستت بشکنه، اولاد تو چرا میزنی؟ طفل معصوم فرشتی آسمانی رو تو میزنی، مظهر تمام میربانی و پاکی ره. بنان به مرحله دوستی. زیور دوم گوشواره، این مثال های زنانه میشه، اگه مثال یک چپنه، چپنه که پوشیدی، کرتی که پوشیدی، کرتی محبت باشه. و جای از اینکه بگه این کرتی از فلانه کمپانی خریدیم، این دریشیم قیمت است، نه او افتخار نیست، او افتخار نگه داری، بازم خیر بینی داشته باش، خدا اندگام بتی تا، ولی از او کده که سر لباس قیمتی مصرف کنی، بر دستی یک افتیده را بگی، بر یک کسی را از گلای بکش بر برشزم بتی که زندگی خود جور کنه. اما خیر باز من کت از اوید مشکل ندارم، خدا اندگام زیاد بتا لباس لکس بوش، ولی به لباس لکس افتخار نیست. لباست کو نباشه، اما چپن محبت به جانت باشه، دوست داشته باشی مخلوق خدا را. اصل سوم اخلاقی دوستای نازنینه آزادی و آزادگی است. انسان با اخلاق کسی است آزاد، نه نوکر کس، نه بادار کس. میفهمین بزرگترین صفت خداوند متعال بر ما و شما داده او آزادی است. فرق عمده انسان با موجودات دیگه در حق انتخاب آزادی است، هیچ موجود دیگه انتخاب نداره. به می خاطر هم است که از انسان با او دنیا سوال جواب میشه، چون ما حق انتخاب داریم. به می خاطر گفته میشه که انسان میتونه از بدترین حیوانات پستر شود و حتی بالاتر از فرشته شود، یعنی این آزادی پیش انسان موجود است. به من خاطر جمله را میگن، میگه چرا بر انسان میتونه از فرشته بالاتر شود؟ میگه به خاطری که بر حیوان تنها غریزه داده شده و او دم کارهای حیوانی خود مصروف است، بر فرشته تنها خوبی و پاکی در وجودش کاشته شده او کار میکنه، ولی انسان هر دو مجموعه را تواناییش داره. اینال یک انسانی که خوب میشه او به خاطر بالاتر از فرشته میشه که با وجود داشتن صفات حیوانی، با داشتن یک سلسله صفات شهوانی، این تانسته خود خوب نگاه کنه.
خیری از فرشته که در مقامش بالاست، او خامه تو پروگرام شده بود. این انسانی که بدیام در وجودش میتونست باشه، اما این سر از او بدیا پای ماند، خود خوب ساخت، به این خاطر است که رفته از ملائک بالاتر شده. بنان آزادی، آزاد باش، نوکر کس نشو، آزادی تا نفروش، ولی بادار کسی هم نشو، از دیگر هم استفاده نکن، نه مورد استفاده کس دیگر قرار بگی، نه خودت خود اجازه بدی از دیگر استفاده کنی. یک رابطه برابر، رابطه انسانی، همکاری را میفهم، کار گروهی را میفهم، ما مثلا یک جای گروه کار میکنیم، تقسیم میکنیم کارا را، اما کار کشیدن بد است. اما اینکه تو از برادر مسلمانت استفاده کنی، سر از او مثلا به اندازه 10,000 کار کنی، 1,000 به او بدی، 9,000 بر خود بگیری، این اینجاست که تو ظلم میکنی، اینجاست که آزادی زیر سوال میشه. استاد اشاره کرد، هموطنای خوب نازنین بندای گرامی، اینجا پیش از من دوستا صحبتای میکنه، یک استاد عزیز نازنین در بین ما صحبت کرد در مورد از اینکه مثلا تو یک بوته منیس یک تجار مسلمان وارد میکنی، 100 افغانی نرخ میکنی، 1500 سر بعضی یا 1500 1400 میفروشی، چطور به یادت نمی باشه که تو اخلاق فراموش کردی اینجا؟ تو چطور تونستی 1400 1300 از یک برادر مسلمانت بگیری؟ یا تو تاکسیوان هستی از اینجا تا خیرخانه مثلا مصرف از 100 افغانی میگیری 50 افغانی 150 افغانی، ولی برای یگام تا 500 نرخ میکنی، در 500 یا 4500 اگه جور میه میبری، خیر یک دفعه شک و سره وقت تو حتی مفاد زیاد میگیری، امور فکر میکنی حلال است نیست، تو چطور از یک برادر مسلمان تونستی پول زیاد بگیری؟ کار غیر اخلاقی کردی.